سلام بچه ها، من میسا هستم و خوش اومدیم به انگلیسی در 5 دقیقه. Hello guys, it's Misa and welcome back to 5 minute English. لطفاً دکمه قرمز سابسکرایب و زنگوله بغلشو یادتون نره. آقا امروز یه اصطلاح داریم که یه ذره کاربردش تو فارسی و انگلیسی متفاوته و اون اصطلاح چیه؟ هر گردی گردو نیست به انگلیسی چی میشه؟ بچه ها من خیلی نمیدونم که هر گردی گردو نیست و ما توی فارسی دقیقاً تو کجاها استفاده می‌کنیم، ولی در رابطه با عبارت معادلش در انگلیسی یه چیزی رو میتونم بهتون اطمینان بدم که دقیقاً تو چه شرطی استفاده میشه. ولی تا اونجا که یه مقایسه خودم کردم احساس کردم که این عبارت و اون عبارت یکی هستن، ولی شرایط استفادهشون فرق میکنه. حالا ته شما به من بگین. حالا how do we say هر گردی گردو نیست in English؟ We can say All that glitters is not gold. هر چیزی که برق میزنه طلا نیست. All that glitters is not gold. Or all that glitters is not gold. هر چیزی که برق میزنه طلا نیست. ما دقیقا تو فارسی میگیم هر گردی گردو نیست. در انگلیسی میگیم هر چیزی که برق میزنه طلا نیست. So all that glitters is not gold. یعنی هر چیزی که برق میزنه طلا نیست. خب حالا In English, we use this phrase or expression or proverb, we mainly call it a proverb, to say that whatever that we see is not necessarily valuable, even though that they look shiny and superficially, I don't know, valuable. هر چیزی که ما میبینیم لزوماً چیز ارزشمندی نیست، حتی اگر که ارزشمند و خیلی مثلا شاینی براق و درخشنده به نظر برسه. پس هر چیزی که ما میبینیم حتی اگر خیلی درخشان و با ارزش به نظر برسه لزوماً ارزشمند نیستش. All that glitters is not gold. خب بچه ما همونطور که دیدین I use the word value in the definition. تو definitionش از لغت ارزش استفاده کردم. I said it may not be valuable. Valuable ممکنه ارزشمند نباشه. So we use this phrase to talk about the value of things. ما از این عبارت استفاده میکنیم که از ارزش چیزی صحبت بکنیم. مثلا چیزی که به ظاهر ارزشمنده ولی تو باطن نیست، ولی در رابطه با هر گردی گردو نیست و واقعا تو فارسی نمیدونیم آیا دقیقا تو این شرط استفادهش میکنیم. لطفا بچه کسایی که مطمئنن راجع به جوابشون و میدونن که تو چه شرطی اون استفاده میکنیم، یا اگر مطمئنن که شرط استفاده انگلیسی و فارسی چه که هستش، این پایین حتما برامون کامنت بذارن. خب Now let's go through three of its examples to explain a bit more about it. بریم سراغ سه تا از مثالایی که براتون زدم که یه ذره بیشتر توضیح بدم راجع به اون value که گفتم. Number one, my granny advised me to be careful in making new friends because all that glitters is not gold. My granny advised me to be careful in making new friends. مادر بزرگم منو نصیحت کرد که مراقب باشم در دوست پیدا کردن، توی دوست جدید پیدا کردن. بچه این عبارت رو قبلا بهتون یاد داده بودم. To make new friends or to make friends means دوست پیدا کردن. مادر بزرگم گرانی هم که خیلی اینفورمال گرانمادر هستش، مادر بزرگم به من نصیحت کرد که مراقب پیدا کردن دوستای جدید باشم. Because all that glitters is not gold. چون هر چیزی که بدرخشه لزومن طلا نیستش، هر گردی گردو نیست. ببین مثلا من اینو تو فارسی معادل سازی میکنم It's nonsense، واقعا معنی نمیده. اینجا منظورش اینه که وقتی داری دوست پیدا میکنی مراقب دوستات باش، چون ممکنه در ظاهر Something may seem valuable but in deep or deep inside it's not valuable. چون ممکنه که به نظر valuable بیاد ولی deep که نگاه میکنی insideشو که نگاه میکنی valuable نباشه. این منظورش اینه، اون value. پس در رابطه با این عبارت لغت value یا ارزشو در نظرتون باشه. Number two, I know Kristen is a beautiful girl but all that glitter is not gold. من میدونم که کریستن دختر خوشگلیه ولی هر چیزی که شاینی باشه برق بزنه طلا نیستش. باز عبارت معادل فارسیش رو فکر نکنم اینجا بتونیم استفاده بکنیم. خب اینجا میگه که درسته که به ظاهر خوشگله ولی deep down or deep inside she may not be a good girl.
در درون ممکنه که دختر خوبی نباشه. Or she may not be valuable deep inside. ممکنه از درون ارزشمند نباشه. Valuable means ارزشمند adjective. Number 3. Never get yourself distracted by the appearance of people because all that glitters is not gold. Never get yourself distracted by the appearance of people. خودتو هیچ وقت، حواس خودتو هیچ وقت، با ظاهر آدما پرت نکن. بچه‌ها حواس خودتو پرت نکن میشه never get yourself distracted. Never get yourself distracted means حواس خودتو هیچ وقت پرت نکن از ظاهر آدما به خاطر اینکه because all that glitters is not gold. هر چیزی که برق بزنه چیزیست. یعنی ممکنه people may seem valuable by their appearance but deep down they may not be that much valuable. ممکنه که از طریق ظاهرشون یا ظاهرشون خیلی valuable باشه، ارزشمند باشه، ولی درونشون ارزشمند نباشه. اینم از proverb یا به عبارتی اصطلاح امروز. امیدوارم لذت برده باشین. باز بچه ها سوالم رو تکرار میکنم، من چون نمیدونم I'm not sure about it, please somebody help me with it. لطفا اگه راجبش به من کمک کنه که آیا معادل این در فارسی رو دقیقا تو همین شرط استفاده میکنیم یا نه، چون واقعا خودم نمیدونم. یه کمکی میشه، چون تا اونجایی که من معادل سازی کردم با فارسی دیدم خیلی هرگردی گردو نیست، اینجا معنی نمیده. پس فراموش نکنین که ما این عبارت رو برای value یا ارزش اشیا یا اشخاص استفاده میکنیم. Till another 5 minute English, take care, see you soon and bye bye.